یکی از نونای سنتی ایرانی نون لواشه که خیلی ها دوست دارن تو خونه درست کنن. امروز نون لواش خونگی نرم و لطیف درست میکنیم همراه با گزلمه. گزلمه ترکی رو با نون لواش ایرانی درست میکنیم. پس پیشنهاد میکنم تا آخر ویدیو همراه هم باش. سلام دوست خوبم، طیبه هستم، به کانال من خوش آمدید. برای درست کردن نون لواش خونگی خیلی راحت مواد خشک رو با هم ترکیب میکنیم و مایه رو بهش اضافه میکنیم. من آب ماست استفاده کردم. شما میتونید آب ماست، شیر و آب معمولی شیر استفاده کنید که هم هر کدوم که استفاده کردیم باید سرد باشه. من از آب ماست یخچالی استفاده کردم. کم کم اضافه می کنم تا بتونم خمیرم رو جمع کنم. وقتی جمع شد چربی رو اضافه می کنم که میتونین روغن مایه یا کره استفاده کنید. اگر خواستین نونهای لواش رو بدون مخمر درست کنین، یعنی خمیر مایه بهش اضافه نکنین، تمام موادتون که مخلوط کردین، چونه کردین، حدود نیم ساعت بهش استراحت بدین. درسته که مخمر نداره، انتظار حجم دهی نداریم، اما استراحت احتیاج داره خمیر. بعد از نیم ساعت میتونید چونه هاتون رو تقسیم بندی کنید و درست کنید. این مقدار موادی که من درست کردم، دو تا نون لواش، سه تا گزلمه بهم داد. جلوتر میبینین که من چونه رو 4 قسمت مساوی تقسیم میکنم، یک قسمتش رو دوباره 2 قسمت میکنم، چون نونای لواشم کوچیکه اما گزلمه هام بزرگتر هستش. برای اینکه راحت باشم خمیر رو رو سطح کار میذارم. همینطور که میبینید خیلی راحت ورز میدم. ورز دادن خمیر راحته، با صبوری این کار رو انجام بدین. اگر که مچ دستتون آسیب دیده، سختتونه، میتونین با دستگاه استفاده کنین، یا اگر آقایون تو خونه هستن از دستان آقایون کمک بگیرین. مناسب ورز دادن نونه. بعد از اینکه خمیرتون کامل جمع شد، خمیر نرم و لطیفی بهتون داد، چونه کنید، بذارید توی ظرف، بره برای استراحت حدود 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم که حجمش 2 برابر بشه. برای گزلمه، من مواد میانی گزلمه رو سبزی انتخاب کردم، پیازچه و پنیر. شما میتونید از اسفناج یا مواد گوشتی استفاده کنید. اگر مواد گوشتی خواستین استفاده کنید، حتما پخته شده باشه، چون گزلمه فقط توی تابه میره در حد اینکه نونش برشته و پخته بشه. پس موادتون اگر گوشتی بود خام نباشه، مثل مواد ماکارانی که درست میکنید. من سبزی ها رو خورد میکنم، سبزی خشک معطر هم بهش اضافه میکنم که سبزی میتونین از هر سبزی استفاده کنید. من سبزی خوردن به اضافه پیازچه و همینطور سبزی معطر استفاده کردم. خمیرم کاملا استراحت کرده، به 4 قسمت تقسیم میکنم. 3 قسمت مساوی، یک قسمتش رو 2 قسمت میکنم که 2 تا نون لواشه به قطر تابهی که دارم، که قطر تابهی من 20 تقسیم کردم، و اون ستا رو چون میخوام توی سینی درست بکنم بزرگتر گرفتم چونه ها رو. تقریبا چونه نون لواش رو اگر بخواین فقط نون لواش درست کنین، بین 70 تا 100 گرم چونه ها رو میتونین بگیرین اگر خواستین وزن بکنین. من برای نون لواش که 2 تا چونه کوچیک گرفتم، روی سطح کار باز میکنم تا جایی که باشه نازک. رو سطح رو میتونین کنجد یا سبزی استفاده کنید. از هر چیزی برای سوراخ کردن نون استفاده کنین، برای اینکه روی تابه که میخوایم
بذاریم برای درست شدن، پخته شدن، پف نکنه. از چنگالم میتونید استفاده کنید. من یکی از نونا رو سبزیه خشک معطر ریختم، یکی از نونا رو کنجد میریزم. کنجد رو میتونین رو سطح کار بریزین، میتونین روی خود خمیر بریزین، بعد وردنه بکشین. این کار باعث میشه که به خوردش بره. بعد از اینکه سوراخ زدین، میتونین تابه رو بذارین داغ بشه، خیلی داغ بشه اما دود نکنه. بعدم نونا رو یکی یکی توش درست کنید. فقط اینکه از روغن استفاده نمی کنید. نه از روغن نه از آب، اصلا احتیاج نداره. فقط تابتون داغ باشه، یا تابه یا سینی روی یا ساج، از هر کدوم که استفاده کردین فقط بذارین خوب داغ بشه. بعد نون رو بندازین توش، یه طرفش که خودشو گرفت برگردونین تا طرف دیگش هم درست بشه. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینی و گزلمه ها رو با هم درست کنیم، اگه این ویدیو رو دوست داشتی با دوستانت به اشتراک بذار. تا حالا کانال منو اگه ساب نکردی ممنون میشم سابسکرایب کنی، زنگوله کنارش هم روشن کنی تا ویدیوهایی که بعد برات میذارم بهت نشون داده بشه. اگه دوست داشتی فقط نون لواش درست کنی و گزلمه درست نکنی، چونه های نون لواش رو میتونی بین 70 تا 100 گرم بگیری. فقط قطرش باید به اندازه تابه باشه که درست میکنی. نون ها رو من مرتب این ور اون ور میکنم که تمام قسمت هاش به یک اندازه پخته بشه. میتونید از شعله پخش کن هم برای زیر تابتون استفاده کنید که به یک اندازه پخت بشه. من سبزیامو که خرد کردم با نمک فلفل مزه‌دارش میکنم. اگر ادویه خاصی مد نظرتونه که دوست دارین تو گزلمه باشه میتونین اضافه کنید. بعد کنجد، سبزی معطر، همینطور روغن زیتون. من از پنیر صبحانه معمولی استفاده کردم. شما از هر پنیر میتونین توی این ترکیب استفاده کنین، حتی پنیر موتزارلا، پنیر گودا، پنیر پیتزا. که پنیر موتزارلا اگر استفاده کنید فوق‌العاده خوشمزه میشه. بعد همه رو با هم ترکیب میکنیم که تمام سطح موادمون یک دست بشه، یعنی پنیر و کنجد و بقیه مخلوط ها به یک اندازه باشه برای بین خمیرمون. خمیره گزلمه رو روی سطح کار آردپاشی میکنم و یکی یکی همه رو باز میکنم. من دونه دونه اینا رو درست کردم، یعنی هر خمیری که باز میکنم مواد گزلمه رو، سبزی ها رو بینش میذارم، میپزم، بعد میرم سراغ باز کردن خمیر بعدی. من اینطوری راحت تر بودم. شما اگر که دوست داشتین میتونید همه خمیرا رو به یک بار باز کنین، موادتون رو بینش بذارین. فقط اینکه روی سطح خمیرتون رو حتما بکشید که خشک نشه. من روی خمیری که باز کردم و روی چند تا سوراخ میزنم برای اینکه توی سینی یا تو تابه که درست میکنم پف نکنه. موادی که داشتم رو به سه قسمت مساوی تقسیم میکنم. یک قسمتش رو یک طرف خمیر میذارم همینطور که میبینید، بر میگردونم. حتما لبه نونی که بر میگردونیم برای گزلمه حتما حالا با چنگال یا رولت بور فیکسش بکنید که موقعی که توی روی پخت هستش، روی گاز برای پختن هست، از هم دیگه باز نشه. اینا اگر خوب به هم چسبیده نشه از هم باز میشه، حالا یا مثل من با چنگال یا اینکه با دست، با انگشتان دستتون یه مارپیچ برین که خوب فیکس بشه. بعدم من از سینی روی استفاده کردم، داغ داغ شده. از تابه هم میتونید استفاده کنید، از هر تابه استفاده کردین، از ساج استفاده کردین، بذارین خوب داغ بشه. بعد یک طرفش که کامل پخته شد برمیگردونیم و سریع با کره روی همون طرفی که برگردوندیم میکشیم.
منتظر میشیم اون طرفه که توی سینی هست دوباره پخت بشه، برمیگردونیم اون طرفش هم دوباره کره میزنیم و دیگه یه کمی که موند کامل پخت میشه. من گذاشتم توی دستمال نخی، توی دستمال بذاریم برای اینکه خشک نشه. بقیه گزلمه ها رو هم یکی یکی باز میکنم، درست میکنم و بعدم میتونین هر جور که دوست داشته باشید گزلمه ها رو برش بدین و سرو کنید و نوش جان کنید. مرسی از اینکه وقتی ویدیو رو میبینی لایک میکنی، برام کامنت میذاری، دوست داشتی با دوستانت به اشتراک بذار. قبلا تو کانال آموزش نونبربری فانتزی گذاشتم، نونبربری که فانتزی فروشی ها درست میکنن، نرم و لطیف که خیلی راحت شما میتونین تو خونه درست کنین. با این دستوری که گذاشتم حتما امتحان کنید. لینکش رو بالا میذارم، دوست داشتی بزن روش، برای عزیزانت درست کن و سرو کن. گزلمه ها رو که درست میکنین، حالا تو تابه تو سینی فرقی نمیکنه، یا مرتب سینیتون رو به چرخ کنین مثل من، یا اینکه گزلمه رو مرتب حرکتش بدین برای اینکه یک طرفش پخته نشه یه طرفش خام بمونه. گزلمه ترکی که غذای فوق‌العاده خوشمزه و راحتیه که میتونین تو خونه درست کنید، مخصوصا با نون لواش ایرانی. پیشنهاد میکنم حتما یک بار هم که شده این غذا رو درست کنید. سپاسگزارم که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. این ویدیو رو دوست داشتی ممنون میشم لایک کنی و کامنت بذاری. خدا نگهدار.